سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین در اسلو درباره اظهارات آقای مالکی نخست وزیر بسیار محترم عراق که البته به خاطر جنایت علیه بشریت در دادگاه اسپانیا تحت تعقیب قرار دارند گفت: مقام معظم ولایت که از ضرب العجل 31 دسامبر ششم صفر المظفر 1433 هجری قمری به جایی نرسیده، حق دارد که اکنون با عمامه خود گردوی ضرب العجل بعدی را بشکند و در شبکه‌های تلویزیونی خود تا هر جا که می‌خواهد با اظهارات آقای مالکی خود را نشئه کند. پیداست که ولی فقیه ارتجا ایشان را دوباره در شبکه‌های خود شکار و برای مصارف ولایت مدارانه در شب اربعین به گونه حرمله به حراج گذاشته است. این در حالی است که دامنه بحران سیاسی عراق پیوسته گسترش می‌یابد و درخواست‌ها برای برکناری آقای مالکی و یا تجدید انتخابات بالا می‌گیرد. سخنگوی مجاهدین افسود: با این حال دردهای جانگداز خامنه‌ای با این دود و دمها درمان نمی شود. گسترش احکام قاضی صلواتی به دادگاه های عراق نیز آبرو باخته تر از آن است که نیازمند شرح و توضیح باشد. به خصوص اکنون علاوه بر مجاهدین، دامنگیر معاون رئیس جمهور عراق و رهبران العراقیه لیست برنده در انتخابات هم شده و در سطح جهانی رسوا شده است. سخنگوی مجاهدین خاطر نشان کرد: در شرایطی که موضوع اشرف به شورای امنیت کشیده و دبیر کل ملل متحد در بیانیه 26 دسامبر تأکید می کند خشونت و جابجایی اجباری در اشرف غیر قابل قبول است، توطئه و تلاش برای در هم شکستن راه حل مسالمت‌آمیز کوبیدن بر طبل‌های حماقت است و بهای سنگینی در پی خواهد داد.